مسئله 40 یه چیزی توشه. حضرت علی میفرماید اگر 40 تا یاور می‌داشتم حقمو می‌گرفتم. امام زمان میگن وقتی ظهور میکنه در قیافه مرد 40 ساله است. کسی که آب جو و مشروبات الکلی بخوره 40 روز نمازشو خدا قبول نمیکنه. میگن تو نمازشه به 40 نفر دعا کن. اگر کسی وقتی میخواد دعا کنه اول به 40 تا مؤمن دعا کنه. خداوند چون این خصلت رو ازش میبینه که این سوز داره، میگه ملائکه ای که دلش میسوزه به 40 تا مؤمن دعا میکنه، دعا خودش هم مستجاب بشه. اذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا. اگر یک مؤمنی از دنیا رفت و 40 نفر گفتن خدایا این رو ما بدیتش ندیدیم، خدا میگوید من که میدونم چه کاره بود که مرد، اما حال که شما 40 تا مسلمون میگید ایشون آدم خوبیه، من به احترام گواهی شما از اون که میدونم میگم. انبیا معمولا در 40 سالگی به مقام نبوت، اینم کلمه 40 هست. همسایه از هر خونه 40 تا خونه همسایه. اربعین ها تو انقلاب خودمون خیلی سهم داشت. اربعین شهدای قم بود که تبریز منفجر شد، اربعین تبریز بود که یزد منفجر شد، همش از اربعین به اربعین تا شاه سقوط کرد. من اخلص لله اربعین اجر الله الحکمه من قلبه على لسانه. کسی که خودش رو خالص کنه بره خدا، همه کاراش بره خدا باشه. کسی که 40 روز بتونه از هوا و هوس، از طوفان غرائز، از حب و بغض و جوها خودش رو بیرون کنه، فقط دربت بره خدا باشه، جریان میندازه خدا حکمت را از قلبش به زبونش، یعنی میشه حکیم. و معنی 40 روز همینی چه آدم 40 روز تو خونه بره در به مندسه ها تو مردم باشی، اما جذب به هیچ چیزی جز خدا نشی. من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامه. او از فقها محشور میشه، کسی که 40 تا حدیث بلد باشه. حالا 40 حدیث چی باشه؟ در روایات مختلفه، بعضی روایات میگن 40 تا حدیث که یرید و بهی وجه الله، بره خدا حفظ کنه. یا مما یحتاجون علی، حدیثایی باشه که به درد زندگیش بخوره. و اما 40 امام حسین، نشانه مؤمن این است که روز 40 شهادت امام حسین خودشو به کربلا برسونه. جابر یه مردی بود از اصحاب رسول الله، بسیار آدم خوبی بود و پیغمبرم بهش گفته بود که تو سن زیاد خواهد شد. ایشون چشم نداره، وقتی خبر شهادت را میشنوه در مدینه یه غلامی داره، برش میداره از مدینه میاد تا کوفه. کوفه یه نفر به نام عطیه، عطیه مرد دانشمندیه، اول کسی که تفسیر نوشته جناب عطیه هست. عطیه رو برمیداره میان قبر امام حسین. وقتی میاد عطیه میگوید جابر وارد شریعه فرات شد، عود کرد، بعد رسید به قبر امام حسین، گفت دست منو بیزید رو قبر. تا دستش گذاشتن رو قبر امام حسین یه مرتبه گفت یا حسین، بعد سلام کرد، بعد گفت جواب من نمیدی، بعد گفت نباید جواب بدی چون سر در بدن نیست. جابر سلام به امام حسین کرد و بعد سلام به اصحاب امام حسین کرد، بعد گفت ای اصحاب امام حسین، درسته من پیر مرد نابینا هستم، نبودم کربلا، اما منم مثل شما شریک در ثوابم. عطیه گفت کجا شریکی، اینها تو خون خودشو قلتیدن. جابر گفت هر کس که هم فکر کسی باشد او هم در اجر شریک است. و این یه اصلی پیوند مکتبی، یعنی جسمم با تو نیست اما مکتب و فکرم با تو هست. به همین دلیل حدیث داریم کسانی که در جوانی نماز شب بخونن، وقتی پیری به خاطر سرما و پیری نمیتونن نماز شب بخونن، گرچه خوابیدن ولی خدا عذر نماز شب بهشون میده.